درود بر شما دوستان خوبم، به کانال خودتون خوش آمدید. لطفاً با کامنت و لایک از ویدیوها و معرفی این کانال به دوستانتون از ما حمایت کنید. سپاس. پسر خاوری، پسر خاله زهرا دختر غلامعلی، همسر خواجه مجتبی خامنه‌ای، تاجر الهام بخش کانادا شد. مجله تایکون در یکی از شماره‌های اخیر خودش اردوان یا همان اردی خاوری، پسر محمود رضا خاوری، مدیرعامل پیشین بانک ملی ایران و از مجرمان محکوم شده در ایران به خاطر مشارکت در اختلاس 3000 میلیارد تومانی که پس از بازداشت با تلفن‌های بیت آزاد و گریخت رو به عنوان تاجر الهام بخش سال 2022 انتخاب کرده. در گزارش مجله تایکون درباره اردوان خاوری آمده، هنگامی که اردوان خاوری در 18 سالگی تصمیم به سرمایه گذاری گرفت، کسی به او توجه نکرد زیرا بسیار جوان بود. آنچه دیگران از آن اطلاع نداشتند، پیشینه خانوادگی خاوری جوان بود. اردوان خاوری متعلق به خانواده ایه که چندین نسل سابقه کارآفرینی دارند و تجربه صدها سال کسب و کار و ظرافت‌های اونها به او به ارث رسیده و این در حالیه که به همین سادگی با پول مردم ایران تاجر الهام بخش میشن. واقعا عجب آشفته بازاری است دنیا. در همین رابطه بررسی خانواده نسل اندر نسل کارآفرین خاوری یا همان دوست، از اختلاس و فرار پدر تا الهام بخشی پسر. در روزهای اخیر دو رویداد خبری مهم و به شدت بحث برانگیز، یک نام فراموش نشده اما کمابیش به حاشیه رفته رو بار دیگه به سر زبانها انداخته. محمود رضا خاوری، مدیرعامل پیشین بانک ملی ایران و از مجرمان محکوم شده در پرونده موسوم به اختلاس 3000 میلیارد تومانی که سال 1390 افشا شد و با بزرگترین رقم مربوط به فساد مالی در تاریخ ایران تا آن زمان نوعی رکورد ملی در تخلفات بانکی محسوب می شد. خاوری که از سال 1384 شهروندی کشور کانادا را داشت و خانوادش هم در آنجا اقامت داشتند، چند ماه بعد از رسانه‌ای شدن این فساد بانکی، در حالی که هنوز تحقیقات پرونده‌ای که یکی از متهمانش محسوب می‌شد در جریان بود، به بهانه یک مأموریت کاری به بریتانیا سفر کرد. چند روز بعد هم از آنجا استعفانامه‌ای را برای مدیران بالادستش فرستاد و در نهایت نزد همسر و فرزندانش خشایار، اردوان و پردیس که دست کم از سال 1380 در کانادا زندگی و تحصیل می کردن رفت. و اما دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی 6 سال بعد او را به طور غیابی محاکمه و در مجموع به 30 سال حبس، رد مال، جزای نقدی و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شد. احکامی که فقط روی کاغذ وجود دارن و احتمال اجرا شدنشون در آینده نزدیک هم بعید به نظر میرسه. دقیقاً موضوع زنده بودن احتمالی حسین عبدالباقی یادآور اختلاس و فرار خاوریه. در پی فاجعه مرگبار ریزش ساختمان متروپول در آبادان، در مورد سرنوشت حسین عبدالباقی، مالک ساختمان و متهم اصلی ماجرا که پروژه سودآور و غیر اصولی ساخت و سازش رو زیر سایه فساد مالی و اداری گسترده پیش برده، ابهام‌های گسترده‌ای مطرح شد. به ویژه شیوه خبررسانی مقام‌ها و رسانه‌های جمهوری اسلامی نیز به این ابهام‌ها دامن زد. در همین رابطه ببینید که کشورمون رو چگونه غارت می‌کنن و خامنه‌ای میگه فساد سیستماتیک نیست. سه تا از اعضای هیئت رئیسه اتاق ایران عرض شود خدمت شما که 28 میلیارد ریال ودیعه دادن و ماهی 194 میلیون تومان هم اجاره پرداخت میکردن. سایه رو یه عناوینی خب الحمدلله از خودشون کشف میکنن میذارن که شما هیچی نفهمید. میگی آقا این سایر چیه؟ برای که جواب تو همون جلسه اتاق ایران برای که جواب ندن، گفتن ما سایر رو برای نمیدونم یه کاری بود یا حکمی میخواست اجرا بشه رفتیم دادیم به مأمور کلانتری. آقا سایر چند میلیارد تومانی رو اینجوری نیست.
طرف مردمش زیر گلوله و خاک دارن دفن میشن و تازه یادش افتاده 25 سال پیش یه بازیگر بهش تعرض کرده. سوال اینجاست، چرا هر موقع ملت دارن له میشن ده ها خبر مزخرف و بی ربط پخش میشه؟ چرا هر موقع صدای پایه های تخت درگاه حقیر بلند میشه مجاهدین و مریم لچک به سر خائن یاد دموکراسی و خونخواهی و انقلاب 57 میفته؟ الان خبر یعنی خوزستان و سلبریتی یعنی خوزستانی. آیا وقت آن نرسیده است که فریاد مظلومیت آبادان شنیده شود؟ خوزستان، آبادان، خرمشهر درگیر عبدالخاطی هاست. فساد در آبادان و خرمشهر بیداد می کند. چقدر باید فریاد بزنیم؟ از دستگاه قضا انتظار داریم مسببین این کار رو و اونایی که منجر به این کار شدن با جدیت پیگیری و اقدام بکنه. این کار دیگه آبادان منتظر این اقدامه. این حداقل ها رو هم انجام بدید. امین خسروی، سرپرست توپل مپل ولایت مدار باریش و یقه بسته هولدینگ بهپخش هم به اتهام فساد مالی بازداشت شد. در همین رابطه صحبت‌های یک هوادار رژیم به مخالفان جمهوری اسلامی. مخالفین جمهوری اسلامی سه تا گزینه پیش رو دارن. یک، مبارزه کنن، بجنگن، قیام کنن، انقلاب کنن، جمهوری اسلامی رو بزنن کنار، بکشن پایین و حکومتی که خودشون دوست دارن رو بیارن رأس کار. دو، جمع کنن از ایران برن. سه، بشینن سر جاشون، دهنشون ببندن، هیچ غلطی نکنن و فشار بخورن. غیر از این سه گزینه، غیر از این سه راه، راه دیگه نیست. در مورد گزینه اول که 99%تون چیز انقلاب کردن، جیگر انقلاب کردن رو ندارید، ارزش هم ندارید، ترسوی. در مورد گزینه دوم 95%تون ارزه رفتن هم ندارید، چون نه سواد دارید، نه زبان بلدید، نه تخصص دارید، نه فنی بلدید، نه سرمایه دارید، پولی دارید که بلندشین برید. آس و پاسی. میمونه گزینه سوم که اکثرتون باید همون گزینه سوم رو اجرا بکنید، یعنی بشینید سر جاتون، سکوت، دهناتون بسته. محمد ملکشاهی که مدیر حقوقی عباس صمیمی در ماجرای پتروشیمی گیت بود، مدیر عامل بازرگانی پتروشیمی شد و اما پاک کردن ردپای صمیمی ها و رفقا در آن سوی آب به خصوص امارات حتما مأموریت اصلی ملکشاهیه، به ویژه اینکه رأی قاضی مسعودی مقام برای گرفتن جریمه 1 میلیارد دلاری از سرمایه‌گذاری ایران همچنان متوقف مانده و در سکوتی سنگین اجرا نمیشه و خاک میخوره. این فجایه با حضور فردی بی تجربه و سله بگیر همچون عبدالعلی علی عسکری که تبلیغاتچی ابراهیم رئیسی بود در هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس چیزی جز متروپولی دیگر در پتروشیمی رقم نخواهد زد. شما به من بگید چطور میشه آقای عبدالباقی با اون همه شهرت که دکته که مردم آبادان از بچه 5 ساله تا پیرمرد 80 سال آقای حسین عبدالباقی رو میشناسن، چطور میشه آقای حسین عبدالباقی بمیره و یه دونه عکس، یه دونه تصویر حاج آقا از جنازه این شخص دیده نشه؟ امکان فقط یه نفر به من بگه امکانش هست. با من میگم، من به جد قسم میخورم حسین عبدالباقی زنده است. اولی هر کسی به در میارن میگن آقای فلانی هم مال فلانجا. امکان داره کسی که الان صدای همه مردم آبادان رو در آورده اینقدر راحت اعلام بشه مرده؟ ما مردم آبادان آدمای شریفی هستیم، از شرافت ما سوء استفاده نکنن. در همین رابطه وایس لو رفته از حسین عبدالباقی در دیدار با نماینده خامنه ای. سرنخ این ماجرا رو از هر طرف میگیری آخرش به بیت رهبری میرسه. موقعی که ما میخوایم مجوزی را بگیریم، شهرداری میگه به من پول بده، منطقه آزاد میگه به من پول بده، اداره مالیات میگه به من پول بده و سازمان منطقه آزاد میگه به من پول بده. گمرک جمهوری اسلامی حاجا من این یه دقیقه صحبت میکنم. سلامی، فرمانده سپاه پاسداران در نماز جمعه تهران، از یک مثلث 4 ضلعی رونمایی کرد. سناریست ها و طراحان این راهبردهای کور و
در آن مثلث آمریکا، رژیم صهیونیستی، عربستان و امارات دور میزند. حسن خمینی میگه سالگرد ارتحال قند مکرریه که باید در ذائقه ها بشینه. یکی نیست بهش بگه نگو قند، بگو نبات، بگو عسل. هر کس مثل یادگار یادگار روزانه 200 میلیون تومان و ماهیانه 6 میلیارد تومان و سالیانه 72 میلیارد تومان بگیره تا آثار ارزشمند تفخیز پدر بزرگش رو حفظ و نشر بده و حفاظت از قبرش رو به قیمت کلیه فروشی و تن فروشی و رها کردن نوزادان و فروش فرزندان و شرمندگی سرپرستان خانواده های ایرانی انجام بده، نباید بگه قند، باید بگه نبات و عسل که مردم حال و روز دیگه‌ای دارن و از این قند مکرر میگن. و ببینید که به مناسبت ارتحال امام آفتابه ها، پاکسازی مدفوعهای بجامانده از مرقد مطهر امام خمینی درمانده. تمام کشور پر کردن که ما اینا عرابه مرگ تولید میکنن. من شما سوال میکنم، همین خودروهای کم کیفیت یا حتی بی کیفیت تولید داخل اگر متناسب با اون خودرو رانندگی بشن، نمیشه که شما سوار پرایتی مثل مزدا تری برونیش، نمیشه. اگه متناسب با اون بشود رانندگی، فرهنگ رانندگی ما متناسب با چیزی باشه که سوار شدیم، یه وقت شما سوار کالسکه، یه وقت سوار دروشکه، یه وقت سوار اسبی، یه وقت سوار اتومبیلی. ایشان غلام حسین رضوانی نماینده انقلابی تهران در مجلس سوپر انقلابیه. برادرش غلامعلی رضوانی رئیس هیئت نظارت شورای نگهبان در گیلان و مدیر کل پست خوزستان و معاون استاندار گیلان بود که فایل صوتی التماسش از امام جمعه رشت چند سال پیش پخش شد. فقط در خصوص خودروهای وطنی سطح اظهارات کارشناسی او که معلوم چگونه تایید صلاحیت شده، مرزهای دانش رو جابجا کرد. به علاوه آیا ما خودروی داخلی که تصادف نکرده باشه یا کم کرده باشه اصلا نداریم خدا وکیلی؟ و در مقابلش خودروی خارجی که فراوان حادثه داشته نداشتیم؟ چطوری میشه که یکی رو بسیار آگراندیسمان میکنن، یکی رو مسکوت میگذارن؟ این مسائله که باید بهش توجه بشه. و الا من هم مثل شما میگم کیفیت خودرو باید بره بالا. یک نکته دیگرش هم مورد غفلت واقع شده. اگر ما این گونه منفی برخورد کنیم به خودروسازهای داخلی و به جهات مثبتشون و نقش آفرینی‌های مثبتشون توجه نکنیم، به همه کسانی که طرفدار واردات خودرو به این کیفیتن بگوییم این به معنای اینه که صدها هزار شغل مستقیم در معرض آسیب قرار میگیره. بهترین ها رو برای تک تکتون آرزو دارم. روز و روزگارتون خوش.